بیننده عزیز، هر فرصتی که برامون دست میدهد و با تهیه برنامه هامون کار میگیریم خیلی شاد میشویم، چون با بهانه ثبت بهانه هم با برنامه هامون دیداربینی میکنیم با شما و درود و سلام میگویم و امیدوار هستیم که شما خوب و سلامت باشید. هموطن عزتمند، این برنامه فضا است مهمان کاشانه های شما و تمنا میکنیم که مثل برنامه فضا خاندانتان پر از نور و روشنایی باشد. این شام برنامه ما از دیگر برنامه ها به کلی فرق میکند، چون برنامه برنامه زنده سرایی از فضا و این شام باشد زنده نوازی. خب حضور دارن گروه رامشگران انسمبلی لالا به نام استاد غفار ولی‌احمدزاده در برنامه ما که من ایشان را خیر مقدم میگویم و همچنین راهبر موسیقی انسمبل در پهلوی من نشستند دولت علی سلیموف و عضویت همین انسمبل استاد ارجمند ما استاد عمرعلی میرگلیوف که ایشان را نیز خیر مقدم میگویم. و شما امکان دارید که برابر یک نوازش زیبایی که الحال تقدیم بیننده ما کردید
و دوستداران صنعت والای موسیقی تاجیکانه یک درود و سلام زیبا بفرستید، بعدا صحبت میکنیم. اولا سلام عرض میکنم به همه تماشابینان تلویزیون سفینه و همچنین مخلصان برنامه فضا میرسونم و تشکر از شما میکنم که ما رو به این برنامه جالب رنگین دعوت نمودید. اولا سلام و درود بپون به مخلصان برنامه فضا، برنامه فضای تلویزیون سفینه میرسونم و بعدا خودم هر یکی از این نوازندگان و این مطربان خوش سلیقه را به اینجا خیر مقدم میگم و به شما اشراعت و فراغت بی پایان آرزو مندم. سلامت سربلند باشین، تشکر. خب وید اکنون صحبت را شروع میکنیم. اطراف چهار موسیقی که شما با برنامه فضای تلویزیون سفینه همچو ارمغان شامگاهی آوردید، نخست اطراف همین موسیقی که نوازش شد از جانب شما و رومشگران انسامبلی لاله، این موسیقی چی نام دارد و بعد از تولیدش صحبت بکنیم که چگونه روی کار آمد، این ایده چگونه پیدا شد که شما همین موسیقی زیبا را مثلا روی کار بیارید؟ البته وقتی که استاد روبر موسیقی رو به عهده داشتن در کمیته تلویزیون و رادیو، یعنی موسیقی ثبت میکردیم، بعد یک موسیقی با نام خواهش دل بود. ما با استاد غلامشاه سفرف با سرداری استاد روبری استاد یعنی موسیقی رو ثبت کردیم. اسمت لو یعنی که همو زوکر رژیسور یعنی تنظیمگری موسیقی به من گفت که این موسیقی یعنی شما این موسیقی رو یعنی که عجم ساختید. بعد من از ضبط برآمدن که الهام گرفتم راه و راه همین موسیقی پیدا شد. من این رو نام گذاشتم یعنی که سیری عجم. خب در چند روز آماده شد این موسیقی؟ خب دستی کمک دیگر رامشگران چگونه است در آرایش همین موسیقی؟ البته وقتی که ایجاد می شود کمبودی بسیار است. بعد وقتی که ما در انسامبل که با استادان با هنرمندان این انسامبل کار کردیم، بسیار فکرهای نقص یعنی که استاد بودن در برای ما و هنگسازی انسامبل کار کردیم و به این درجه رسید. بسیار خوب استاد، ما دیگر دولت طلبی را خوب میشناسیم، با ما همکاری خوب هم دارن، ایشان در برنامه های ما اشتراک میکنن و فکر میکنم که باز شما در مورد هنرشان، شما در مورد استعدادشان همچون یک نفره که همیشه با ایشان در کار هستید، همیشه در تولید مثلا موسیقی و سرودهایشان دست خیر دارید، شما بگید، گمان میکنم که برای بیننده ما این باز خوبتر میشود. البته وقتی که دولت علیم به فکرم سال 2015 هم به این انسامبل ما با کار آمد، خیر این اسبابی که دولت علی می‌نوازد اصلا بسیار اسباب یگان انسامبل رو یگان گروه نوازندگی رو به این اسباب دو تربس بگیم اگر تصور کردن ناممکن است، چون که این بسیار اسباب خوب است و وقتی که با کار آمد خیر ما یک جای کار میکردیم، وقتی که من آهنگ میسختیم از همدیگر میپرسیدیم، من در اینجا الله کیف حس می کردم که بسیار پیشنیاد ها می کردند در هر موسیقی هایی که ما می ساختیم، پیشنیاد ها می کردند، خیلی بعضیشون رو قبول می کردند، بعضی دیگرشون قبول نمی کردند. آهسته آهسته من خلاصه خود رو برآوردم که این بچه چی فکر و چی استعدادی و آهنگسازی هم دارد. البته در برابر دیگر نوازندگان آهسته 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 خیر دولت علی هنری ایجاد کاری که در قلب و در شریانش، البته در شریان او مثال وجود داشت، آهسته فکرانیش بیشتر شدن گرفت و باوری هست که از دولت علی یک بستکار خوب می براید انشاءالله، چون که انا میگوید که یک بزرگ گفته است که عشق کامل می شود از گرم و سردی روزگار. بله.
آب و آتش میکند صاحب شمشیر را. بله بله بله. انمین پهلو گردی ها و انمین بیدارخواوی ها و همین عشق همین چیز شاید که دولت علی را به خوله مقصودش میرساند و بسیار باید که باز بسیارتر کار کند، بسیارتر ایجاد کند و اون چیزی که از ما لازم باشد یا که از گروهی نو البته به هنرمندان اون گذر دریغ نمیدارد، ما هم چیزی که از دست ما و از فهمش ما وابستگی دارد ما دریغ نمیداریم و به دولت علی برای کار هم آرزو میکنیم. سلامت باشین، تشکر. دیگر رسالت یک هنرمندی که اوکان کسبیتش بلند است همین است که در تربیه شاگردان دست خیر داشته باشد و در تربیه همکسبان البته با یک نیت نیک و یک دل پاک البته قدم بگذارد که واقعا از خود یک نام نیک گذارد. همین است دیگر رسالت هنرمند کسبی و این را در شما ما میبینیم. البته سلامت باشید. خب یک چیزی دیگر است، مثلا برای یک برنامه رو ساختن مثلا میتوان یک سال، دو سال، سه سال یک مثلا فکر جمع کرد، ایده جمع کرد، پرسون شد، یعنی که یک چیزی که در آینده برای بیننده، برای دوستداران برنامه قابل قبول و منفعت آور باشد. خب برای یک آهنگ را ساختن، یک موسیقی را زیبا آرایش دادن، اصلا هنرمند یا که رامشگر چیکار میکنه در نوبت اول؟ اولا وقتی که آهنگ رو به فکر من، استاد تجربه کلان دارد، به فکر من وقتی که آهنگ رو پیشنهاد میکنه یعنی که خام است، بعد کورکارد که کردی کورکارد پیرانه بوی میکند، غنی میگردوند، یعنی که برای گوش کردن یعنی که تیار میشود. خیلی زحمت گران است. گران است. خب اصلا که دیگر به تأثیر آهنگ تولید نمی شود. مثلا تأثیر چی بود که همین آهنگ سیر عجم روی کور آمد و ببینید قدر زیبا اینجا مثلا صدا داد که من روسی راحت برداشتم و باور دارم که بیننده ما نیز لذت برداشته. البته وقتی که من کم کم کتاب بربد مروزی بدوی الوقایع و دیگر کتاب رو کم کم مطالعه کردم و من فهمیدم که از دوره یعنی قدیم تا حاضر یعنی که موسیقی ما موسیقی یعنی شش مقام کلاسیک مثل بود تو حاضر هست. من از همه استادای پیش که مثل در چقدر زحمت ها کشیدن تا این دوره یعنی که موسیقی تاجیک رسیده اومد الهام گرفته در البته الهام گرفتم و این موسیقی رو سیر عجم گذاشتم. بله. بنامی هم استادی گذاشتم. بله. خب در اینجا من همین اسباب های چنگ بسیار یک صدای ملح زیبا رو در اینجا مثلا تصویر کردن و با همین آهنگ یک زیباگی دیگر رو ایلاوه کردن. خب چگونه است؟ خودتون خواستید که اسباب چنگ باشد در موسیقی؟ البته وقتی انسامبل خلقی کشید باید اسباب های ملی باشد. همه باشد. هر یک اسباب مثلا دیاپازون خود رو دارد، یعنی بسیار در یعنی که اسباب ما پایانی اوز پایانی دارد. وقتی که ما یک موسیقی رو اجرا میکنیم یعنی موفق میگالتن. بله. و خیلی زیبا هم نوازش کردن نفرانی که در اسباب چنگ هستن. سلامت باشه، تشکر. بیاید موسیقی دوم رو مینوازیم بعدا صحبت میکنیم. چی گفتید؟ بله. مرمت خواهش میکنم. Thank you.
خب تشکر میگم برای اجرایش موسیقی دوم، خیلی عالی اجرا کردید و من از استاد عمرعلی میرگلیوف میخواهم یک سوال دیگر کنم که هنرمند را شباهت میدهند به باغبان. خب شما همچه یک فردی که سالیان زیاد است در رشته هنر و موسیقی کار و فعالیت کردید، این مطلب را چگونه تصویر میکنید؟ در حقیقت درست است، درست قید کردید که هنرمند با باغبان تشبیه می دهد. در حقیقت این درست است، برای اون که باغبان یک میوه را می شیناند، تربیت می کند، آب می دهد، مثال خیر بله. نگاهبین می کند تا که نهال شود. البته وای البته نهال می شود، اوهیسته 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 او را و نهال را از تمام گزندهای طبیعی و بیرونی و داخلی نگاه بین می کند و در آخر وای نهال میوه می دید. بله سمر می گیرد. سمر می گیرد و همون میوه شیرینه که از همون درخت حاصل می شود، البته باعثی لذت و لذت بخشی دیگر می گرد. همین هنرمند هم همین است. بله. وقتی که اناکن همین میوه شینونده و تربیت کرده دولت علی اکنون بله میوه بسته است و ثمرش رو امروز ما بینندگان حس میکنیم و لذت میبریم. بله بله. و این در حقیقت شاید که باز بینندگان تلویزیون سفینه باز در این باره باز بها میدین و شیرینی و لذت و کیفیت این میوه حاصل کرده و میوه پرورش کرده این هنرمند رو البته اونو باز با امیدیم. بله خب هنرمند خوار نمیشود میگوید، شما چی میگوید در این باره؟ البته وقتی که چنین ثمره باشد از کجا خوار میشود. بله. شما یک نگاه کنید که چقدر استادای ما یادشون بخیر از دنیا گذاشتن، لیکن ثمره و محنت و ثمری اونها امروز ما از اونها استفاده میبریم. بله. یعنی نامیشون علاقه دیگر ورد زبان هاست، این از هنری اون و از زحمت اون است. همون زحمت می شود. بله. باور کنید یک آهنگ با آسانی این خیلی آهنگ نمی شود. خب موسیقی دوم را اسمش را نگفتید. موسیقی دوم خاطره جوانی نام دارد. کرا خاطره جوانی نام گذاشتید؟ یعنی که قسم اول این را از دوره که مثال از مادر به دنیا می آیی با مهر، یعنی که در آغوش می گیرد، یعنی به وای می رساند. و قسم دویم که یعنی که جوان میشه، یعنی که به خواندن شروع میکنی، به دیگر کار رو شروع میکنی، یعنی که چخونتر. بله بله. واقعا نمو قسم اول رو خیلی ماهرانه و خیلی تاثیر بخش اجرا کردید و ویسا ویسا اکنون تصویر شروع شد، بعد از اون گذشت به سن اونه که جوان چکار میکند، مثلا به خواندن، نمیدونم به زندگی، به یک کار دیگر. بله بسیار خوب است. این موسیقی رو در چند روز تولید شد؟ این موسیقی چند روز روی کار آمد؟ چند روز زحمت رو کسب کرده خود؟ البته وقتی که من وقتی که ساختکاری میکنم در اسباب، یعنی که این ساختکاری یعنی که مزه نمیتیه. وقتی که در راه میره یا گون جدا میسم، یکی الهام میاد. بله. همون یعنی که مزه میتیه، یعنی که به گوش فورا میاد. بله. همون رو یعنی که روی کار میاریم. وقتی که من در راه در کجایی نباشد، یعنی یک وقتی که الهام اومد من در تلفن خود ثبت میکنم، بعد کورکر در اسباب روبو بس میکنم، بعد با استادون یک جای کور میکنم. خب تشکر میگم بر شما و فکر میکنم که همین روز بروز شوق و ذوق رومشگران و مطربان زیاد شدن برای آهنگ ساختن، برای تولید کردن مثلا موسیقی های زیبای تاجیکانه، این البته اگر از تاثیر ایجادی آنها، اگر از تاثیر ایجادی یک نفر دیگر باشد، اگر از تاثیر طبیعت باشد، و فکر میکنم بیشتر از زمین تاثیر آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من نیز هست، چون دیگر در این پیشنهادی است که واقعا توانست که هنرمندان زیاد را، رامشگران زیاد را روی کار بیارد. شما در این موضوع چی گفته میتوانید استاد؟ وقتی که اکثریت در برنامه های تلویزیونی میبینیم که هنرمندان جوان حتی
ایجاد کاری کردیزن و آهنگسازی کردیزن و باعثی افتخار و سرفرازی ها میگردن. این البته برای پیشروی کار، برای پیشروی پیشبردی صنعت ما، برای پیشبردی موسیقی ما بسیار یک کمکی به نهایت خوب است. بله بله. خب شما از همین برگزاری آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که به واسطه با ابتکار محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان پیشنهاد گردیده است، چی برداشت کردید؟ همچه یک هنرمند جوان، همچه یک هنرمندی که امروز بسیار میخواهد که یک چیزی نو رو روی کار بیارید. البته این بسیار یک اقدام خوب است، چون که من در برابری که در این جایی که روبری موسیقی هستم باز یعنی که آموزگار هستم در کالج صنعت و در کنسرواتوری ملی تاجیکستان با نام طلب پروفسور، و در این موندنه که من شاگرد خود را یعنی که سالی گذشته بود یعنی که تیار کردم و خوشبختانه اون جای سیوم رو یعنی که سازوار گشت. در کدام نامینیسی؟ در نامینیسی نوازندگی سوز روبوب است، سوزی هم میخودم. بسیار یعنی که خرسند شدم و میخواهم یعنی که باز جدیدتر شود، یعنی که از طرف حکمان، از طرف روبریت یعنی که باز این آزمون جدیدتر برام مونده شد. بله بسیار خوب، تشکر. موسیقی سوم رو می‌نوازیم، بعدن چند جمله دیگر صحبت میکنیم و با بیننده خیر و خوش.
استاد شما در مورد همین موسیقی که موسیقی سوم اجرا کردن بگوید، این موسیقی چی نام دارد و یک کم فکر میکنم آماده کردن این موسیقی مشکل تر مینمود، چون زیاد گردیش رو نمیدارم، یک نغمه های زیاد در موسیقی دیده میشود. البته نام این موسیقی که الهال اجرا کردن مطربان فلک، یک نوای فلک است. در حقیقت گرچندی که ما مردمی تاجیک بسیار آهنگ‌های فلکی و آهنگ‌های مثال سنتی، البته سنتی رو نغز می‌بینیم و بسیار خوشمون میاد، دولت علی در اینجا در ایجاد این نوا بسیار زحمت ها هم کشیدن روسیه، و باز ما در اینجا بسیار بحث های دراز مدت هم داشتیم. مثلا وقتی که این آهنگ اما چخیلی که خودشون تقریر کردن، از اکثریت آهنگ ها در حالت یا یکان کار یا در حالت یکان چیز وقتی که ایدیهش پیدا می شود بله، اون رو دولت تری در تلفنش ضبط کرده آورد و ما با همروی همه همین مطرب رو گوش کردیم، و براسه که هر کدوم ما هر خیلی فکر ها و اندیشه ها داریم. بله. مثلا اندیشه من دیگر است، اندیشه غلامشاه دیگر است، اکی میرزا هم هر کدوم ما هر گپ گفتیم، همین خیلی گفتیم بودیم، بعضی رو قبول کردیم بعضی رو قبول نکردیم، و ایسته ایسته اومده همین موسیقی جای خود رو گرفت. بله، پره شد و باز ما در اینجا در نظر گرفتیم که این موسیقی باز چیزی دیگر هم میخواهد، با همین قسمی دومی موسیقی رو بعد پیشنهاد کردن، و با خلاصه اومدیم که همین موسیقی فلک از دو قسم عبارت شد، و با فکر من بسیار جذابم صدا میکرد. بله بله، بسیار خوب بود. بله، تشکر. خب دولت علی، از فعالیت و از ایجادات صحبت کردیم و بیاد یادآور میشویم از اونه که کجا تحصیل کردید و از هنر و از کسبیت کدامی از استادان کشوری عزیز زمان سبق گرفتید که مثلا دوست داشتید این صنعت رو، دوست داشتید این هنر رو، این زحمت رو، این دنیای پرتلاتوم رو؟ البته من کالج صنعت احمد بابا خود رو به اتمام رساندم و بعدتر کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان رو به نام طلب خوجا ستار رو در این مؤسسه های یعنی تعلیمی و من استادای زیاد یعنی که درس دادن، من از آنها که سبق آموختم. این قدرتلو یحییوف یعنی که از کمپوزیتورهای معروف، بله، قدرتلو حکمتوف، زرینه میرشکر و دیگر استادان بودن که یعنی که من از آنها یعنی که درس آموختم، و در انسامبل باشد عبدالرحمن مدخولوف که یکی از استاد بهترین نوازنده بهترین است سبق آموختم، و تشکری از آنها میکنم. و وقتی که با از دوره دانشجویی یعنی که بر کار دولتی یعنی که دست میزنی که میروی یعنی کار میکنی، یعنی که اون هوای انسامبل بود دیگر است. بله بله. وقتی با انسامبل لولا اومدیم بسیار یک نوازنده های چیرده است، بسیار یک ادامونه که یعنی که خاکسار. بله. و با استعداد یعنی که در اینجا جمع اومده بودن، و من از این استادان به مانند استاد میرگلیف، عمرعلی، میرزا دولتوف، استاد غلامشاه سفروف و دیگر مطربان یعنی که از آنها یعنی که آموزش کردم یعنی که آموزش کردم، و به خود یعنی روح ایجاد رو یعنی که پیشه گرفتم، و در این ایجاد یعنی که مرا هنرمندان دستگیری میکنند و سپاسم میرسانم. تشکر، سلامت باشید، موفق باشید. استاد، سوال انجامی را از شما میپرسم که برای رشد هنر هنرمند، برای سبزیش یافتن هنر هنرمند، برای به کمال رسیدن هنر هنرمند، هنرمند باید چیکار کند به اندیشه شما؟ اولا برای رشد هنر هنرمند، من همین رو گفتنی هستم که آن هنرمند باید پیوسته ایجاد کند. بله. و
رقابت لازم است، در اینجا رقابت ایجادی لازم است. این سخن رو بعد دیگر طرز باید نفهمیم. رقابت سالم ایجادی. رقابت سالم ایجادی در کار است. مثلا امروز که دولت علی این آهنگ رو ایجاد کرد و فرد و باز من کوشش کنم که از دولت علی با خوبتر و مثال زیادتر باز پس فرد و همین خیلی امین این رقابت ایجادی می شود. در حقیقت از کمبودی هایی که از ایجاد کار می گیری در حالت ایجاد و در حالت کار یکم که باید که هنرمند باید نرنجد. همین ایجاد کار وقتی که کمبودی هاش رو گیردن باید در برعکس باید باید خرسند شود که من همیشه من همی خیلی کمبودی داشتم، همین کمبودی من هم مثال دولت گرفت یا که غلام شو باید که باید خرسند شود که من همی خیلی کمبودی داشتم. انا من کمبودی رو که اگر که با خود نقص قبول کرد اوهیسته اوهیسته در پیشترک استاد شریف بیدکوف بودند، در انسامبل را روبری موسیقی سما بخواد زفر جون عبدالویف بودند، خب شادروان زمان بزرگ و بسیار یک مطرب و یک بسیار نوازنده بهترین و ایجادکاری بهترین بود. اوهیسته اوهیسته در حقیقت ما از همه یمنو کم و بیش اوهیسته اوهیسته اوهمخته 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 انا اومدیم باز ما هم ایجاد کردیم با از پدیمو مثال باز شاگردا هم ایجاد کرده ایستودن و این ایجادکار بله. همیشه من گفتم گو یک فضای سالمی یک رقابتی سالم لازم است. بله خب دوستان عزتمند ما اوهیسته اوهیسته با انجام برنامه این شومینه فضای تلویزیون سفینه رسیدیم و فکر میکنم از نوازش موسیقی هایی که در برنامه از جانب رومیشگران انسامبل لاله بنام یوسف غفار و علامتزاده صدا داد شما لذت خوب برداشتید و ما تمنا میکنیم که زندگیتون رنگ و برنگ باشد، زندگیتون مثل همین موسیقی ها زیبا باشد و همیشه به خاطر پیشرفت به خاطر موفقیت همدیگر قدم گذاریم. نقطه میگذاریم تا برنامه های دیگر. خیر عزیزان.